اگر می خواهید کسی را خوشحال کنید، از خود بپرسید آیا من او را خوب درک می کنم؟ شاید کسی وانمود کند که عذاب نمی کشد، ولی این درست نیست. وقتی که شما بتوانید از روی دلسوزی گوش کنید، آن شخص فرصت می یابد تا درباره مشکلاتش با شما حرف بزند. گوش کردن دلسوزانه تنها کاری نیست که می توانیم وقتی کسی عذاب می کشد انجام دهیم، اما تقریبا همیشه اولین گام است. وقتی که صحبت می کنید، بکوشید به دیگران واقعیات را در مورد درد و رنج خود و درد و رنج آنها بگویید. گفتار محبت آمیز به همین معناست. به گونه ای صحبت کنید که به دیگران کمک کند درد و رنج درون خود و درون شما را تشخیص دهند. چون شما نخست گوش کردن دلسوزانه را تمرین کردید.